گوسفند کلا قرمز اومد. همه جا تحت نظره، حق سکوت داری. میخواستم اینو بهت بگم ولی تو که سکوت نمی کنی. برو کنار ببینم. چطوری پیدامون کردی؟ باید فکرشو میکردم، میدونه برادرش مهندس آیتیه. بعد ببین چه اشتباهی میکنه. چرا فرار کردی؟ شرایط باعث شد. کمک نمیخواین؟ نمیخوای بگی چرا اینجا عوض میکنی؟ شرایط باعث شد. چرا قیافتو اینطوری میکنی؟ روزی که آشنا شدیم یادته، تو پارکینگم همینو گفتی. آه، پس حتما اون روزم شرایط باعث شده. دقت کردی این شرایط فقط تو رو تو درد سر میندازه؟ دقت کردی تو هم همیشه تو اینجور شرایط حضور داری؟ به نظرت اینا همش اتفاقیه؟ نه جونه، روزگار سالمه. چون از دست من عصبانی بودی فرار کردی؟ یا چی من با خودت بردی؟ من چرا باید از تو عصبانی بشم؟ چرا به خاطر یه دروغ احمقانه بخوام خودم رو نابود کنم؟ اما هنوز ناراحتی؟ وقتی هنوز احمقی؟ آره. معذرت خواهی کنم چی؟ به خاطر این که الکی گفتی پات شکسته یا به خاطر بلایی که سرم آوردی؟ چون دروغ گفتم. برای بقیه موارد زیادم پشیمون نیستم. تو چقدر پر روی. با گستاخی به من میگی پشیمون نیستم. تاوان همه این کارا تو پس میری یا لینا راست. بیا این بر. اگه تاوانش این باشه من راضیم. سینا اینجا صدامونو میشنوه. میدونم، من و داداش تو دنیز با هم دیگه اومدیم ستایی. خیلی بیجا کردیم. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام پسرم. یه آب به ما میدید؟ بله حتما. اما این طرفه کنفرانس پزشکیه، میدونی کجا؟ نه والا خبر ندارم. انگار جات راحته. بدون صدا هم باز برنج. یا آفرین. این دیگه چه جو کنفرانسی آخه؟ انگار قایمش کردن. آرازم پیدا نکرده. دفنه، یه جوری بوست میکنم نفهمی دنیا هست یا نه. بلند شو ببینم دختر. آه.
بیا بریم بچه ها رو برداریم برگردیم. کجا برگردیم؟ استانبول دیگه. من نمیرم استانبول، دخترام نمیخوان بیان. دفنه ایالی یه بار منطقی باش، فقط یه بار. خوب خیر سرمون فرار کردیم، از دماغمون در آوردیم، ول کن دیگه. انگار حواس کردی پات بشکنه نه؟ داداشت افتاده وسط، میگه جنگلی که گوسفندا رفتن توشو با آتیش میکشن، اون یکی برادرت هم اگه شبخونه نباشی معلوم نیست کجا رو با آتیش میکشه. یکم عاقل باش. من نمیخوام عاقل باشم، یه خورده هم اونها عاقل باشن. این چه وضعیه؟ خسته شدم، از یه طرفم داداشم، از یه طرفم تو. خسته شدم از این همه فشار، هر کاری بخوام میکنم. سینا هم بره کل کشور رو با آتیش بکشه، اصلا دیگه هیچی برام مهم نیست. این دفعه این گوسفندا میرن به جنگل. به خدا اگه جنگلم بری گرگو درست قورتش میدی. اما خواهر من دیشب خیلی ناراحت بود، انگار تو قرار داده شما یه چیزی رو اشتباه نوشته، داره از من فرار میکنه. یعنی این که باید به یاشین بفهمونیم که نترسه و من کنارشم. آه عجب برادری، تو دروغ شکستن پاتم سر خواهرت لو دادی. درسته یکم خنگی اما خواهرتو دوست داری. آی عجب داداش مرکه ای. آروم دختر چی کار میکنی؟ جذابیتو نباید از بین ببری. آی جذابی تو قربون، پسره پرو. باشه بیخیال، گوش بده. اگه من بهت بگم که من حواسم به خواهرت هست و مراقبشم، اجازه میدی بری؟ لطفا. تو زیادی بامزه ای نه؟ یکم بیشتر. باشه اجازه میدم. داداشت هم میبرم استانبول، کاری میکنم دو روزی باید کار نداشته باشه، اما به یه شرط. بگو. ببرشون جنگل خودم. مگه تو جنگلی داری که من خبر ندارم؟ یه جنگل کوچیک. خیلی کوچیکه، یه ذره است. نه بابا ول کن دیگه دیوونه. کلیدا زیر پادریه. خب به سرایدرم میگم یخچالو پر کنه، اگه یاشین مسیر رو پیدا نکنه برات لوکیشن میفرستم. باشه آخر هفته استراحت کنین، بعدش هم برگردیم. آخه کدوم آدمی جنگل داره؟ نکنه تو پرنسی با اسب سفید؟ باشه خیلی عالیه، پس فعلا دوشنبه تو دنیای واقعی میبینمت. خدافظ. خدایا این چه حرفی بود، آخه گل بگیرن این دهن منو. دیوونه آه. اولا که به یاشیم نگو که منو دیدی، الان فکر میکنه من مجبورت کردم که برین اونجا. دومی که این کنفرانس شما کجاست؟ بریم یه سر بزنیم ببینیم اونجا هستن یا نه. آها گوش بده، از همین جاده میری بعد به چراغ سوم که رسیدی دور میزنی، اگه ما اونجا بودیم سلام برسون. سوم چرا بوست نکردم؟ چیزه، موبایلتو روشن کن لوکیشنو بفرستم. باشه. رسیدین بهم خبر بده، و اینکه اگه منم دعوت کنی قبول میکنم. آخه چرا باید تو رو دعوت کنم؟ انگار خونه منه. پسر دیوونه.